یکی از این دوتا ماشین اصلاح خط زن وال دیتیلر کپیه، یکیش هم اورجیناله. در ادامه میخوایم بررسی کنیم که تفاوت کپی و اورجینالش توی چه مواردی هست و کدوم یکیش اصلا کپیه و اینکه کیفیتاشون واقعا چقدر با هم دیگه فرق میکنه و چقدر هم از نظر قیمتی با هم دیگه تفاوت دارن. حتما حتما این ویدیو رو بفرستیم برای دوستاتون، برای کسایی که خب میخوان خط زن وال دیتیلر بگیرن، میتونه راهنمای انتخاب خیلی خوبی باشه. فراموش نکنین داخل سایت ما beastbag.com محصولات موجوده. برای ثبت سفارشاتون هم از طریق دایرکت اینستاگرام، هم از طریق سایت و هم از طریق واتساپ میتونین اقدام کنین. همین الان لایک رو بزنید که ادامه معرفی رو با هم دیگه ببینیم. خب دوستان عزیز، تفاوت عمده این دوتا دستگاه توی کارتونشون هست، کاملا قابل ملاحظه است و میتونیم ببینیم که این کارتون کارتون وال دیتیلر کپیه و خب خیلی همون این کارتون رو دیدیم که این کارتون مال دستگاه اورجینالشه. پس از روی کارتون خیلی راحت میشه این تفاوت رو متوجه شد، ولی خب این کارتون هم زیاد نمیشه برای تشخیص کپی از اورجینال روش حساب کرد، چون کارتون رو ممکنه حالا توی مدل مختلف بشه زد و خب طبیعتا این کار رو میکنن. دستگاه رو با هم دیگه بررسی کنیم. مشاهده میکنید کاملا شبیه هم دیگه، برق مستقیم، حلقه آوی، ظاهر و خب یه سری نکات ریز تفاوتای وجود داره. من قبل از هر چیزی اشاره کنم که کدومش اورجیناله و کدومش کپیه. خب این دستگاهی که توی دست راست من قرار میگیره اورجیناله، دستگاهی که توی دست چپ من قرار میگیره کپیه. مشاهده میکنین از نظر ظاهری واقعا ممکنه نشه تفاوتش رو احساس کرد. خب از نظر وزن که خب اورجینال یه ذره وزن بیشتری داره، حتی کلگی آداپتور هم از نظر وزن اورجینال یه ذره تفاوت داره و وزن بیشتری داره. ما بیاییم از همون کلگی شارژر شروع کنیم. ببینید این اورجینال است که کلی نوشته و مشخصات روشه، اینم کپیه که هیچ مشخصاتی روش نیست، جفتشون سه شاخه، پس نباید گول سه شاخه بودن یا نبودن کلگی آداپتور رو بخوریم و روش حساب کنیم برای اورجینال بودن یا نبودن دستگاه، که الان هم کپیش هم اورجینالش سه شاخه است. فقط تفاوتی که دارن اورجینالش این سه شاخه در میاد، مشاهده میکنین، ولی این یکی ثابته و این در واقع پورتابله، میتونیم دوباره بذاریم سرش. اینو حتما توجه داشته باشین. از نظر کابل و طول سیم هم که تفاوت آنچنانی ندارن. خود دستگاه رو با هم دیگه ببینیم، مشاهده میکنید، از همین قسمت شروع کنیم. ببینید پس این شد اورجینال سمت راست، این سمت چپی شد کپی. ببینید اورجیناله این قسمت هندلی که دستگاه باش روشن میشه یه روپوش حالا محافظ چیز داره پلاستیکی، ولی اون کپیه هیچی نداره و یه فلزه. جفتشون حلقه آویز، بدنه کاملا شبیه همدیگه، مشاهده میکنید. از نظر ظاهری خیلی شاید به چشم نیاد، ولی انگار این اورجیناله یه ذره این قطر این قسمتش بیشتره، یه ذره انگار گنده تره و این یه ذره باریک تره. خب بدن کاملا شبیه هم، تا میرسیم به ستاره ها و این والی که اینجا نوشته پنج ستاره که ستاره های ذره بزرگتره اینجا مشاهده میکنید و وال اینجا خالیه، اینجا دورش یه کات کشیده. این بازی تفاوت، اینو حتما توجه داشته باشین. تیغه ها رو مشاهده میکنید، تیغه حالا خیلی شاید توی دوربین با دوربین گوشی واقعا نشه تفاوتش رو فهمید، ولی خب دیزاین و برش تیغه های خط زن وال اورجینال دقیق تر و ریستر و منظم تره، مشاهده میکنید. پشت تیغه خیلی تفاوت آنچنانی با هم دیگه ندارن، اینجا میبینی یه ذره انگار کشیده ترن این تیغه ها، در واقع اینجا یه ذره خب ریسترن و کوتاه‌ترن. خب این از این. راجب این قسمتی که حالا دستگاه روش نوشته شده USA، مشاهده میکنین این اورجینال و اینم کپیشه. اورجینال یه ذره این هک شدگیش ملموستره و خیلی راحت میشه فهمید که هک شده.
این انگار لیزریه و باید ناخون بکشیم روش که متوجه بشیم یه کوچولو هک شدگی داره و برجسته است. پس برجستگی و هک شدگی اورجینال خیلی قابل لمس داره. بریم این پیچا رو با هم دیگه ببینیم. ببینیم پیچا جفتشون شبیه همه، ولی خب پیچای دستگاه اورجینال تمیزتر و مشاهده میکنید چارگوشش صافتره، اینو یه ذره پیچاش نامرتب و این کنارهاش لبه‌هاش خوابیده و انگار مثلا خوردگی داره. پیچایی که اینجا قرار گرفته بررسی کنیم. ببینید الان خیلی توی دوربین قابل مشاهده نیست، ولی پیچای دستگاه اورجینال تو رفته تره و اگه نگاه کنیم خیلی بیشتر رفته داخل و پیچای این دستگاه کپی یه ذره انگار روتره. پشت دستگاه که تقریبا شبیه هم اینجا باز میشه مشاهده کرد که یه ذره رنگ جگری این اورجیناله جگری تر و مات تره، این یه ذره روشن تره. خب این باکسی که اینجا یه سری مشخصات دستگاه و روش میمیسه مشاهده میکنید برای اورجینال چطوریه و برای کپی چطوری هستش. باکسش بزرگتره و خب این قسمت دایره رو نداره. باز پیچای اینجا مشاهده میکنید که پیچای دستگاه اورجینال اینجا هم تو رفته تره، اینا یه ذره رو تره. خب این از مشخصات ظاهری دوتا دستگاه مشاهده کردیم که پس این شد اورجینال و این یکی شد کپی. ببینید در کل از نظر ظاهری و طراحی دوتا دستگاه خیلی شبیه همن و واقعا دوتاشون زیبان و خیلی حرفه‌ای کپی شده این دستگاه. حالا ما دوتا دستگاه رو روشن میکنیم، تیغه ها رو میگیریم با دستم ببینیم میشه تیغه ها رو نگه داشت و خب صدا و یه سری چیزای دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم. خطزن اورجینال رو زدیم به برق، روشن میکنیم، صداش یکم بیشتر از اون کپیه هستش. خب یکی از دلایلش اینه که حتما باید روغن کاری بشه و خب می‌بینید یکم صداش بیشتره قدرتش، ولی قدرتش بیشتره. اینم باز نمیشه نگهداشت و مشاهده میکنیم ممکنه که دستمو زخم کنه. من انقدر تیغه ماشین اصلاح رو گرفتم کلا پوست دستم رفته. دوتاشون واقعا قدرتمند در این دستگاه و نمیشه گفت این خطزن کپی کیفیت نداره، واقعا دستگاه با کیفیتیه، ولی خب قطعا اورجینالش یه چیز دیگه است. دوام بیشتری داره، طول عمر بیشتری داره و خب اورجینال دیگه و قطعا تفاوت دارن با هم دیگه، ولی واقعا خوب کپی کردن، دمشون گرم و کیفیت خیلی خوبی داره دستگاه کپی. اینم از مقایسه این دوتا دستگاه با هم دیگه. امیدوارم که پسندیده باشین. ممنون از اینکه تا انتها با ما بودین. فراموش نکنین لطفا برامون کامنت بذارین ببینین نظر شما چی بوده و خب اینکه کپیش ممکنه مدل‌های مختلف کپی این دستگاه تو بازار بوده باشه و موجود باشه. اگر فکر میکنین تفاوتهای دیگه هم هستش با اورجینالش حتما توی کامنت ها برامون بنویسین. لطفا فراموش نکنین پستامون رو شیر کنین، کامنت بذارین برامون، لایک بذارین برامون. ویدیو معرفی دیگه، خدا نگهدار.